گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت میانمار خواست تا به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد یانگیلی در آخرین گزارش خود که به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داده است میانمار را متهم به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان در این کشور کرد وی از میانمار خواست تا قانون اساسی خود را اصلاح کند قوانین شهروندی خود را تغییر دهد و قوانینی را که نقض کننده حقوق اساسی انسان هاست حذف کند گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت برای میانمار خیلی هم دیر نیست که شیوه خود را تغییر داده و تبدیل به یک کشور دموکراتیک شود که حقوق بشر را در حق همه رعایت می کند این در حالی است که میانمار از سال 2017 تا کنون به نقض گسترده حقوق مسلمانان روهینگیا در این کشور دست زده است حدود 750 هزار روهینگیایی پس از سرکوب نظامی سال 2017 میلادی از میانمار به بنگلادش فرار کردند و در شرایط بسیار نامناسب در منطقه مرزی کاکس بازار در جنوب شرقی بنگلادش زندگی می کنن. بنگلادش و میانمار در نوامبر سال 2017 میلادی توافق بازگرداندن مسلمانان روهینگیایی به کشورشان را امضا کردند اما هیچ یک از مسلمانان روهینگیایی برای بازگشت به میانمار داوطلب نشدند چرا که میدانم با سرکوب و شکنجه در این کشور مواجه خواهند بود